مواد خام قالین به شکل غیر قانونی از افغانستان در هندوستان انتقال پیدا میکنه و در اونجا اونا قالین میبافند پس در مارکت و هندوستان پس او قالینه که میبافند امرای ما رقابت میکنند در مارکت کنه. ما خود ما نیازمند از این هستیم که پشم از عراق و سعودی و اینا وارد میکنیم میاین ما از او استفاده میکنیم، اما متاسفانه که یک تعداد از تاجرای ما امی پشم غزنی و فرایی و اینا قنداری ما را انتقال میتن به هندوستان. ما از دولت خواهش میکنیم که یگانه اقلام بزرگ صادراتی افغانستان قالین است و دایی باید از مبدا تا به مقصد اینا سپورت بکنن. اینا فعلا مثلا اینا قالین ما روان کردیم تا به استانبول، مثلا قالین میره امریکا، باید تا با مو امریکا از مبدا تا مقصد باید اینا امور دلال زوایی بگیرن و اگر دولت زمینه را مساعد ساخته برای تمام تاجرای افغانستان، برای تمام صادرات افغانستان، مخصوصا قالین افغانستان که برای خود دولت معلوم است، برای وزارت تجارت و رئیس جمهور ما بارها صحبت کردیم که غریبترین فامیلای افغانستان قالین میبافه. هر قالینی که از افغانستان صادر میشه یک فامیل غریب در افغانستان سپورت میشه و ما در این باره توجه دولت کردیم.